این که نمیان. خب اگه واقعا مردم اینا رو میخوان به من چه که اونها را ندم؟ چه اولویتی بنده نسبت به شما دارم که من یکی را بدم یکی را ندم؟ قانون هم اگر قانونی است که جلوی حقوق مردم رو میگیره، قانون غلطی است، باید رفت سمت اصلاحش. گلایه حسن خمینی از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در شوراهای شهر است. انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در ایران قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال برگزار شود. اگر شما به شهر و وظایف اینها نگاه کنید، به نسبت اون مسائل یا در واقع تمهیداتی که از ابتدا اندیشیده شده که نقش اینها در حوزه‌های شهری چی هست، ما هر روز می‌بینیم با مقاومت‌هایی که انجام شد در طول سال‌ها، نقش سیاسی و حتی در حوزه‌های نقش اجرایی اینها بسیار کمرنگ شد و نهایتاً ما می‌بینیم بیشتر به هر حال تداخلاتی که در حوزه تصمیم‌گیری در نهادهای دیگر انجام میشه به شکلی اثرگذاری شورای شهر رو بسیار کمرنگ کرده. در میان رد صلاحیت شدگان شمار زیادی از چهره های موسوم به اصلاح طلب دیده می شوند. بسیاری از آنها نمایندگان فعلی شورای شهر پایتخت هستند. در دوره قبلی انتخابات شورای شهر، اصلاح طلبان تحت عنوان لیست امید در 26 مرکز استان پیروز انتخابات شوراها بودند. خدمت شما عرض کنم، من تا جایی که من مطلع هستم در شهرهای تهران، مشهد، ساری، آمول و تا حدود اصفهان 1% تقریبا یکسانی از رد صلاحیت ها وجود داره. یعنی در این شهرها از اعضای کنونی شورای شهر نزدیک به 70% برای انتخابات جدید ثبت نام کردن و از این ثبت نام شدگان 90% رد صلاحیت شدن. حالا شاید بشه در مورد بقیه شهرها و مناطق هم چنین درصدی حالا با کمی بالا پایین انجام داد. یکی از افرادی که صلاحیتش برای دوره بعدی انتخابات شوراهای شهر تهران رد شده، محمد جواد حق‌شناس است. به گفته او، رویکرد هیئت نظارت شهرستان تهران با قواعد شناخته شده حقوقی و قانونی همخوانی ندارد. علت مثلا بند جیم ماده 30 قانون انتخابات شورا است که این بند جیم یک مجموعه ای از علل و عواملی است که حالا بیشتر سر زبانها معروف شده از عدم التزام به ولایت فقیه، و حالا که این چنین نیست، بلکه عدم التزام به قانون و عدم التزام به مفاد دین، هر کجا دین هم به معنی عام به کلمه، مثلا امانت داری در اماناتی که طرف داشته، اموالی که در اختیارش بوده است و خیانت مثلا کرده، اینها همش ذیل بند جیم قرار میگیره. بخش از دلایلی هم که در حال حاضر در بحث شوراها به اون استناد شده، یکی بحث خب به هر حال عدم التزام به نظام هست، یکی بحث این هست که برخی از این اعضا در احزابی مثل اعتماد ملی مشارکت یا احزابی که خب قبلا اینها فعالیت داشتن، رسمی بودن، اما اینها ظاهرا بر اساس یک حکم دادگاه یا یک حکم حتی صادر شده، این رو با سند عرض میکنم که این احزاب تا کنون هیچ کدوم هیچ مدرکی یا حکمی مبنی بر این که احزاب در واقع اجازه فعالیت ندارن یا لغو در واقع عضویت شدن یا اجازه فعالیت ندارن نداشتن. حالا شاید تنها امید رد صلاحیت شدگان موسوم به اصلاح طلب به فرصت 4 روزه برای اعتراض به رد صلاحیتشان باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.